بانم خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه هفتم ماه میزان سال 1398 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. انتقاد شهروندان کشور از نارسایی ها در روز انتخابات و استفاده و از مواد انتخاباتی در برخی از ولایت ها. نه زمانی که در ماشین بایومتری واقعیت هم زد اصلا وجود نداشت اسم چیز من بایومتری نمبر استیکر من یعنی کاملا به این مانا که کاملا حذف شده. مشکل قطع رابطه میان مرکز عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات با شمار از مراکز رایدهی در روز انتخابات. تدابیر گرفته بودیم، نظر به بعض مشکلات تکنیکی نتونستیم تلفن های سرعه را به ولایت با وقتش روان کنیم. کمرنگی بی پیشینه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری. مشکل تکنیکی در اول قرار میگیره، بعدا بی باوری در دوم و تهدیدات امنیتی در سوم. ثبت بیشتر از 2000 شکایت از سوی ناظرانی که میتونه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی. و ماتم شدن ایران و پشتیبانی از شورشان حوثی از سوی وزیر خارجه یمن. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جنجال درج نبودن نام های شمار از رای دهندگان در فهرست های مراکز رای دهی هنوز هم برجاست. گزارشگران طولانیوز در برخی از مراکز هم گواه این مشکل بودند که شمار از رای دهندگان به ویژه یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی که شناسنامه هایشان برچسب هم داشتن نتوانستند رای بدهند، اما شمار دیگر در پسان های روز و پس از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بیان که نام هایشان در دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهندگان ثبت باشند رای دادند. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که چگونگی سلامتی این آرا پس از تصفیه کامل آرای انتخابات روشن خواهد شد. تمیم حمید گزارش میدهد. عبدالخالق یکی از کسانی است که به روز شنبه با فرستادن پیام به حساب واتساپ طولو نیوز شکایت کرده بود که به علت پیدا نشدن نامش در فهرست یکی از مراکز رایدهی نگذاشتند در انتخابات شرکت کند. هرچند شناسنامهش برچسب هم دارد و به گفته خودش در انتخابات مجلس نمایندگان در امان مرکز رای هم داده بود. با ما گفتن که بعد از پارلمانی خو یک انتخابات بعد از انتخابات پارلمانی یک استیکر زدن یک مرحله دیگه شروع شد. دو بعد از استیکر شما کس دیگه استیکر زدم. ما زمانی که از اون شخص خواستم این خواستم بینم اون شخص اسمش کی است به اسم مثلا اما ایرم برام نگفتن. یعنی گفت اصلا نه زمانی که در ماشین بایومتری واقعیت هم زد اصلا وجود نداشت اسم به چیز من به میسیر نمبر استیکر من یعنی کاملا به این مانا که کاملا حذف شده. از آغاز روند رایدهی تا اکنون تنها در حساب های واتساپ و وایبر طولو نیوز هزاران پیام که در برگیرنده سند ها و تصویرها از مشکلات موجود در انتخابات ریاست جمهوری استند رسیدند. دغه خپل موږ دلته استیکر وهلی او د اوس رایته موږ نه پرېږدي لسه نه دري نه دري ما باندې دغه مشکل وړ یو ځای یو ورځ به نغلي یو ورځ موږ ټیکر وهلی د مسلم راته وایي چې تاسو مشکل لرئ استاده شو بیندارم اینجا پیجه برای ما جواب بده. اما در این ویدیو یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات تایید میکند که در ساعت بعدی روز شنبه برخی از کسانی هم رای دادند که نامهایشان در فهرست های مراکز درج نبودند. کمیسیون انتخابات به این فیصله رسید که کسایی که لیستشان دست بده بای بدرین نیست و رای داده میتونند در کد نظامی ها کد مشخص داشت و رای داده یک تعداد مردم دیگه که در کد نظامی هم نشد یک کد دیگر را به ما دادن که با توسط از او رای دادن. اینجا هم یکی از مراکز دیگر رایدهی در کابل است که با گذشت 2 ساعت از آغاز رسمی روند رایدهی هنوز فعال نشده است. ساعت چند بجه است؟ ساعتی 11:30. چند نفر تا بالا ثبت کرده رای داده؟ یک نفر هیچ خراب شده. یک نفر چی خراب شده؟ خیر ببینیم که امام مونم که موجود ده. بروز یک شنبه تصویرهایی هم به شبکه های اجتماعی را یافتند که ادعای کاربرد تقلب را در گوشه های از این انتخابات برخ می کشند. از وجود مشکلات دیگری هم در روز انتخابات شکایت می شود، اما نند راه نیافتن این ناظران انتخاباتی به یکی از مراکز رای دهی. مقصد ما را گفته که مشکلتان را حل کنین از محل ببرایید.
در این میان آنچه که بروز نبودن کامل فناوری‌های کار گرفته شده در این انتخابات و نیز آشنا نبودن درست کارمندان انتخاباتی با این فناوری‌ها دانسته می شود، از علت‌های اصلی برخوردن این انتخابات به چالش‌ها گفته می شود. کسایی که نه در دستگاه بود و نه در فهرست، عین قضیه اونا هم نامایشان بعد از استعمال رای در حضور ناظرین هم شماره هم برچسب رایدهی که استیکر ما برش میگیم و هم اسم ولد و شهرتش امضای ناظرین، امضای آمر محل، آمر مرکز که در صورت بررسی بتانه که تثبیت شد کیدای تقلبی نیست. تر ور سره د دې انټیګریټ کول ډیټا راټولول د یو لوی ننګونه د کمیسیون پر وړاندې ده چې په مشکله باندې د ډیټا راټوله کې ځکه چې رایه فزیکی ده او سرتینام اوس ډیټا بایومټریک ده نو د نس تشخیصولای چې چا رایه چولې ده نو تر مخکنی انتخاباتو کې د وخت زیات ونیسي. تامین امنیت و شفافیت انتخابات ششم میزان از بزرگترین آزمون‌های حکومت افغانستان و متحدانش بوده است. دیده شود که در روزهای بعد و مراحل بعدی این روند چسان پرداخته خواهد شد. مرکز عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات یگانه منبع ارتباط میان کمیسیون مستقل انتخابات و مراکز رایدهی در سراسر کشور است، اما این مرکز در روز انتخابات در ریاست جمهوری با چالش‌های روبرو بود. این مرکز تا نیمه روز شنبه به علت قطع شبکه‌های اینترنتی و مخابراتی در شمار از ولایت‌ها با بیشتر از 800 مرکز رایدهی در ارتباط نبود. در این گزارش زبی جهانمل به شیوه کار این مرکز پرداخته است. چطور این مرکز کار میکنه؟ صرف این کامپیوترها و این سایت هایی که به زون های مختلف وصل هستند با همین تلفن ها و ایمیل با این مراکز وصل هستند و از اینا اطلاعات به موقع میگیرند. مشکلاتی که در اینجا وجود داره دیده میشه که غیر از همین تلفن ها و ایمیلی که مرتبط به اینترنت است دیگه کدام گزینه در این مرکز وجود نداره که اگر اینها از کار بفتن و یا کار نکنن، مثل که امروز بعضی ولایت ها شبکه ها فعالیت نداشتن، بنان ارتباطات از اینها هم قطع میشه. تدابیر گرفته بودیم، نظر به بعضی مشکلات تکنیکی نتونستیم تلفن های سرای را به ولایت با وقتش روان کنیم. شمار از نهادهای ناظر انتخابات با وجود بودجه کافی کمیسیون مستقل انتخابات در بخش‌های گوناگون و اهمیت مرکز عملیاتی در حل چالش‌ها به زمان معین آن می‌گویند که این مرکز باید مجهز با ابزارهای ارتباطی معیاری می‌بود. یک دیتابیس باید باشه، نه تنها تلفن‌ها، تلفن‌های سرایا باید باشه، مخابرات باید باشه و به این شکل دولت افغانستان هم خصوصا وزارت مخابرات هم در این قسمت باید تا اندازه زیاد کمک میکرد با کمیسیون انتخابات. این در حالی است که تا نیمه روز انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات به علت قطع شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی در شمار از ولایت‌ها با مراکز رایدهی در این ولایت‌ها ارتباط نداشته است. در میان اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که حضور کمرنگ مردم در انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت این روند را زیر پرسش نمیبرد. در این حال شمار از نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که از بهر بی‌باوری مردم بر روند انتخابات مشکلات فنی در بخش‌های عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات و نیز در فرجام ناامنی‌ها سبب شده‌اند که بیشتر از 2 میلیون تن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات حضور کمرنگ مردم را بر انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با انتخابات های گذشته بی پیشینه می دانند و تاکید می برزند که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری به دور دو برود. مسعود انصار گزارش می دهد. نهادهای ناظر انتخاباتی، بی باوری مردم بر روند انتخابات، نارسایی های فنی در بخش های عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، ناامنی ها و نیز پیکارهای کمرنگ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را از علت های اصلی نرفتن بیشتر شهروندان کشور به پای صندوق های رایدهی می دانند. مشکل تکنیکی در اول قرار میگیره، بعدن بی باوری در دوم و تهدیدات امنیتی در سوم. شما مردم میبینید که بعضن ذهنن متاسفانه تو متردد هستن، میگه خب چیزی که تعیین شده باشه حضرت برای اینها نیست. در حالی که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از بهر کم رنگ بودن حضور مردم در روند رایدهی نتایج انتخابات را نامشروع می دانند، اما اتحادیه حقوقدانان کشور در این باره چیز دیگری می گوید. بر مبنای قانون اساسی افغانستان، احکام قانون اساسی افغانستان، هیچ نوع تأثیر روی مشروعیت قانونی و حقوقی کم رنگ بودن
اشتراک کنندگان در پروسه رای دهی نمیتونه داشته باشه. اون قاعده حقوقی هم داده چې کله مونږ یو شی ته حقوقی اعتبار ورکو هغه باید اکثریت 50 جمعه وي. بر بنیاد آمارهای تخمینی افغانستان در حدود 30 تا 35 میلیون جمعیت دارد که از این میان در حدود 16 میلیون آن واجد شرایط رای دهی هستند که بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 9 میلیون خودشان را ثبت نام کردند. در روز انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 260 رویداد امنیتی در کشور ثبت شدند. منابع میگویند که هدف 90 رویداد به گونه مستقیم مراکز رای دهی بودند. منابع امنیتی به تولو نیوز میگویند که بر این رویدادها بیشتر از 20 پلیس و 9 غیر نظامی جان باختند و بیشتر از 37 پلیس و 70 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در این حال دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگوید که در دره قربان بیشتر از 10 ناظر انتخاباتی را طالبان با خودشان بردند. نبیله اشرفی گزارش میدهد. 72,000 تن از نیروهای امنیتی در روز انتخابات مسئول تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور بودند. حسن حیران با 7 سال تجربه نظامی دوما می شود که در نزدیک کمیسیون انتخابات مامور تامین امنیت این نهاد است. البته دکمن زین پلانون ما طول شند کرده او چې دکمن ونه توانیده چې البته دغه پروسه له کوم ستونزې سره مخامخ کړي. او که 8 ماه پیش نامزد شده است و خانوادهش نیز در کابل زندگی می کند می گوید که دو ماه می شود که خانه نرفته است. ټول نظامیان ته البته ټول افغان ولست دا د ویاړ ځای ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر دې مهاله البته توانیدلی دي چې د دښمن په مقابل کې ودرېږي او دښمن تغاخمتون که جواب ورک. مردم ما به راحتی توانستند رفتند در صندوق های رای و کاندید مورد علاقه خود را رای دادند. عزیز رحمان سرباز واحد واکنش سری است و در روز انتخابات در حوزه 8 امنیتی ماموریت داشت. با تعداد 40 نفر پرسونل که در او ساعت توزیع بودیم، دمی سایه حوزه 8 گزمه سیار بودیم، آماده باش از کل سایت ها ما کنترل کردیم. منابع امنیتی به تلو نیوز میگویند که در روز انتخابات بیش از 260 رویداد رخ دادند که هدف در 91 رویداد مرکزهای رای دهی بودند. بعد از ختم پروسه انتخابات انشاءالله رحمان که به خاطر پاکسازی مناطق، به خاطر از این که مردم در فضای آرام زندگی بکنند، عملیات ما بیشتر و وسیع‌تر و شدیدتر خواهد. دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در پروان میگوید که دست کم 12 تا 17 ناظر انتخاباتی را طالبان در راه قربند این ولایت با خود بردند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که 5000 ناظر این نهاد 2275 شکایت انتخاباتی را در روز انتخابات ثبت کردند. این نهاد می افزاید که بیشترین شکایت ها درباره مشکلات در فهرست نام های رای دهندگان، مداخله زورمندان، پشتیبانی کارمندان انتخاباتی از نامزدان مشخص و بسته ماندن شماره از مراکز رای دهی و علت تهدیدهای امنیتی ثبت شدند. آماده شد یعنی؟ معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که بیشتر شکایت ها در ولایت های کابل، جوزجان، هرات و تخار ثبت شدند. این نهاد می افزاید که ناظرانشان به علت ناامنی ها نتوانستند که به تمامی ولایت ها بروند. با کل کشور تا فعلا 2275 شکایت صورت گرفته که البته از تمام ولایات 34 ولایت کشور تا اکنون با کمیسیون مرکزی گزارش شده. مشکلات در دستگاه های شناخت بیومتریک رای دهندگان، حضور نیافتن کارمندان انتخاباتی در مرکزهای رای دهی، باز نشدن مرکزهای رای دهی در وقت معین، مشکلات در رای دهی نیروهای امنیتی، مشکلات در باره رای کوچیان و جلوگیری حضور شماری از خبرنگاران در مرکزهای رای دهی از شکایت هایی هستند که در این کمیسیون ثبت شدند. مهمترین موضوعی که در اینجا بود بحث همون لیست بوده که ما از نزدیکم رفتیم، بسیار از مراکز را مورد دید و بازدید قرار دادیم، اما به نظر میرسه که این پیش‌داوری خواهد بود که ما مثلا یک ولایت خاص یا یک ولسوالی خاص را بالاخره بیاییم و را موضوع و مورد توجه خود بیشتر را قرار بدیم. کله چې موږ د شکایتونو په مکمل توګه ترلاسه کو او شکایتونه وڅېړو، د تصنیف او د بررسیو په دوران کې موږ تاسو ته ویلی شو چې دا شکایتونه کوم دي.
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید می‌ورزد کسانی که درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شکایت داشته باشند تا دو هفته آینده می توانند شکایت هایشان را در این نهاد ثبت کنند. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. وزیر خارجه یمن ایران را به پشتیبانی شورشان حوثی متهم می سازد. وزیر خارجه یمن می گوید که پشتیبانی ایران شورشان حوثی ثبات را در یمن برهم زده است. در این حال شورشان حوثی می گویند که در یک عملیات توانستن هزاران نظامی عربستانی را اسیر بگیرند. اما تا کنون عربستان سعودی در این باره چیز نگفته است. وزیر خارجه یمن در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آنچه که فعالیت‌های ویرانگرانه ایران در جهان می‌داند انتقاد می‌کند. او ایران را به پشتیبانی از هراس‌افگنی در جهان متهم می‌سازد. ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه به شمول حوثیان و حزب الله تهدید در برابر ما و امنیت جهانی است. ایران کشور سرکشی است که به قوانین جهانی هیچ حرمتی ندارد. از سوی دیگر وزیر خارجه امارات متحده عرب نیز بر پیکار در برابر گروه های حراس افغان در جهان تاکید می‌ورزد. گروه های حراس افغان همچون داعش، اخوان المسلمین، حزب الله، القاعده و شورشیان حوثی توانستند که به جنگ افزارها دست یابند و با کارگیری از بودجه مالی برنامه هایشان را اجرا کنند که این کار حضور آنان را شدت بخشیده است. شورشیان حوثی یمن می گویند که هزاران نظامی عربستانی را در ولایت نجران این کشور اسیر گرفتند. راه اندازی یک عملیات نظامی در نجران یکی از بزرگترین پیکارهای ما در برابر دشمن از هنگام تجاوز آنان بر کشور ماست. این عملیات از چندین ماه به این سو ادامه دارد. حوثیان‌های را بر دشمن وارد کرده است. ایران پیش از این نیز بارها به پشتیبانی از شورشیان حوثی متهم شده است. اما تهران این اتهام را نمی‌پذیرد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. یک محافظ شخصی شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی در خانه یک دوستش با گلوله کشته شد و 7 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های عربستانی گفتند که علت این رویداد دشمنی شخصی بوده است. روسیه پایگاه های نظامیش را در سوریه پیشرفته تر می سازد. بر بنیاد یک گزارش اسوشیتد پرس، جنگنده های پیشرفته زیر دریایی های هسته‌ای و موشک های دفاعی S-400 بیشتر به 2 پایگاه هوایی و دریایی روسیه در سوریه انتقال یافتند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شرکت برشنا تا کمتر از 10 روز دیگر نخستین پروژه ملی تولید برق خورشیدی را بر روی بام‌های خانه‌ها به داوطلبی می‌گذارد. بر بنیاد اطلاعات این شرکت کم از کم 10 شرکت برای عملی سازی این برنامه برگزیده خواهند شد. قرار است این برنامه در گام نخست در کابل و سپس در ولایت‌های هرات و ننگرهار راه اندازی شود. عیدشاه امید گزارش می‌دهد. با گذشت بیش از 2 سال از طرح‌ریزی برنامه تولید برق خورشیدی در بام‌های خانه‌ها، شرکت برشنا می‌گوید که به زودی روند عملی سازی این برنامه به گونه رسمی آغاز خواهد شد. دستگاه‌های برق خورشیدی که در چارچوب این برنامه بر بام خانه‌ها نصب خواهند شد، کم از کم برای 20 سال برق تولید خواهند کرد و خانواده‌ها با انتخاب و هزینه‌های خودشان از این برنامه بهره‌مند خواهند شد. بعضی خانه شاید تا 10 کیلووات مصرف داشته باشند. نظر به ظرفیت مصرف از اینا برای اینا مواد البته سولر و سیستم بکاپ و انورتر و همگی از اینا برشان نصب میشه و بعد از او اینا 50% پول خود که تادیه میکنن 50% دیگه تا اقساط توسط بل به افغانستان برشنا شرکت میپردازه. شرکت برشنا میگوید که با عملی شدن این برنامه از پارچوی ها در بخش های از کشور جلوگیری خواهد شد و از سوی دیگر برق رسانی در بخش های دیگر توسعه خواهد یافت. سکتور خصوصی با برانداختن برنامه جای کار میشه که از طریق سکتور خصوصی و سرمایه گذاری سکتور خصوصی به مردم ایجاد کنیم و مهمترین نکته از این یا مهمترین نکاتش همو
در با هزینه کم تولید انرژی میشه و از پلوشن آب هوا یا از فاسد شدن آب هوا ایشی و خوبتر میتونه جلوگیری کنه. افزون بر این پروژه های تولید برق خورشیدی در نقلو و هرات از پروژه های دیگر شرکت برشناستند که ممکن است در جریان سال روان در چارچوب سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی به داوطلبی سپرده شوند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 78 افغانی و 45 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1120 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی. دوباره خوش آمدید. عباس کریمی ستاره شنای معلول کشور نمایشات آبازی را در کابل برگزار کرد. کریمی که 3 هفته پیش در رقابت‌های جهانی شنا در لندن شرکت کرده بود توانست سهمیه بازی‌های المپیکی را به دست بیاورد. او به علت وفات پدرش به کابل آمده بود. عباس کریمی ستاره شنای کشور که نزدیک به 3 هفته پیش توانست سهمیه بازی‌های المپیک 2020 را به دست بیاورد، اینجا در حوض موج‌های خروشان حضور پیدا می‌کند و نمایشات بازی را برای شناگران انجام می‌دهد. همیشه یک هدف مشخص در زندگیشان داشته باشند و هدفشان را تعقیب کنند تا که بتوانند هم در جامعه خدمت کنند و هم یک گلگوی خوبی باشند. از تمام تجربیاتی که در تمرینات خود از در بیرون از کشور در بزرگترین کشورهای دنیا تمرین میکنه، امروز خودش بیاید شنا بکنه و همگی بفهمن که عباس واقعا با این توانایی تانستن بر افغانستان افتخار کمایی بکنه و کسب سهمیه مسابقات المپیک 2020 بگیره. عباس کریمی در رقابت‌های جهانی شنا در لندن از میان 73 کشور شرکت کننده در بخش شنای 50 متر پروانه مکان ششم جهان را از آن خود کرد و جواز حضور به بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیوی ژاپن را به دست آورد. کریمی در این رقابت‌ها به عنوان ورزشکار مستقل شرکت کرده بود. تیم بسکتبال با چوکی عرابدار کشور فاتح جام هنالاهوت شد. میلی پوشان بسکتبال با چوکی عرابدار کشور در این رقابت ها با 5 پیروزی پی هم در برابر تیم های قدرتمند آسیایی فلسطین، سوریه، لیبیا و لبنان قهرمان این جام شد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجه هستان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا را نگهدارتان.